Muhterem, selam ve ihtiramatımı Rabbi Fazilet. Tavrı ki itiladar çند هفته پیش ما دعوتی از 100 نفر افغانهای دانشمند و سرشناس را نموده بودیم تا در مورد جمهوریت 5 ساله محمد داود خان نظریات خوش را بیان نمایند. هفته گذاشته گزارش مکمل آن را نشر نمودیم و اکنون می خواهیم انتقاداتی که در صورت گرفته بود در بران سخنانی داشته باشیم. اما پیش از آن یک دو سه سخنرانی را گذاشته و بعدا در برای آن تبصره خواهیم کرد. به نام خداوند بزرگ، خواهران، برادران گرامی، سلام و احترامات مرا بپذیرید. اولتر از همه ممنون هستم که در این محفل اشتراک نموده و صحبت درباره یک مرحله تاریخی افغانستان را مورد بحث و ارزیابی قرار می دهیم و درباره شخصیتی که مؤسس جمهوریت و در یک دهه صدراعظم افغانستان بود صحبت داشته باشیم. اولتر از همه مرور به دوره دموکراسی میکنیم. در یک دهه دموکراسی که با تغییر و تبدیل 5 صدراعظم و با استفاده از آن شرایط زمینه رشد احزاب چپ و راست گردید که احزاب چپ از آن استفاده زیادتر نموده با گفتار و سخنان عوام فریبانه توانستند یک تعداد از جوانان را به خود جذب نمایند. با تظاهرات در مکاتب پوانتون کابل سیستم تعلیمی برکود و پوانتون برای چندین ماه به کلی بسته شده بود و همچنان وکلای پارلمان زیادتر وقت در وزارتخانه ها برای استفاده جویی کارهای شخصی مصروف بوده و در دفاتر هم کارها به صورت درست آن پیش برده نمی شد و کدام پیشرفت قابل توجه در این دهه دموکراسی برای رفاه و عمران کشور صورت نگرفت و طبعا در آن شرایط وضع اقتصادی بیبود حاصل نمی کرد و مردم با مشکلات مواجه شده می رفت. لذا با کودتای سفید 26 سرطان مردم افغانستان از آن به گرمی استقبال نمودند و به خصوص در راس آن شخصیت بود که برای یک دهه کارهای بسیار با ارزش بنیادی و اجتماعی را انجام داده بود و با نام و چهرهش مردم آشنایی داشتند. شخصیتی که افغانستان را از قرن 19 از عقب ماندگی با پروژه ها و پلان های 5 ساله به قرن 20 مدرنیزه کرد و آمدن نهضت نسوان تحول بزرگ برای زنان افغانستان که آنها را از قید چادری آزاد و زمینه فعالیتشان در تمام عرصه های اجتماعی و سیاسی به وجود آورد و در این دوره 5 ساله جمهوریت با همکاران تیم جوان طرح 100 پروژه بزرگ و کوچک برای بهبود زندگی مردم با قوانین مدنی ریخته شد و فعالیت در تمام عرصه ها به میان آمد و در اوایل دو سه وزیر که قبلا در اردو ایفای وظیفه می نمودند و عضو مخفی حزب خلق و پرچم بودند نظر به دستور حزب باید هویتشان شناخته نمی شد. در کابینه جای گرفته بود که آنها یک تعداد از این اعضای حزب را در بعض کارها گماشتند که متاسفانه با شعارهایی که خدمت به مردم می دادند مغایرت داشت و بعد از مدت اندک از پست‌های اساس دولتی را از دست دادند و چاپی‌هایی که در اوایل از نظام طرفداری می کردند آیستا آیستا مخالفت داشت با رژیم شروع نمودن و همچنان بعضی اثران گروپ های افراطی اخوانی به پاکستان رفته و آیستا پاکستان آنها را وسیله برای تخریب به افغانستان فرستادن که توسط مردم شریف در آن مناطق سرکوب و دوباره آنجا فرار نمودن. لذا رژیم برای احزاب چپی ها و راستی ها آنقدر دلخواه نبود و کوشش میکردن که دولت را تخریب نمایند. اما آنها چون یک اقلیت بودند مانع پیشرفت و ترقی شدن نمی توانستند
و دولت با استفاده از کمک های کشورهای غربی و بلاک شوروی پروژه های را یکی پی دیگر تطبیق می نمود. با تاسیس تلویزیون با کمک کشور ژاپن و انکشاف رادیو افغانستان که به تعمیر دمنزله کمک های جرمنی زمینه سواد آموزی برای مردم و بلند بردن سطح دانش شه آنها کوشش می گردید تا در آینده بتوانند از دموکراسی به صورت درست استفاده کنند. و طبعا در آن زمان بعضی جرایدی که در افغانستان فعال بود اونا در نمیتونستن فعالیت خود ادامه بتن. اما ما شما دیدیم جریده که بسیار خواننده نداشت که جریده ترجمان بود، مدیر مسئول از او بحث وزیر مطبوعات تعیین شد و دیگر کسانی که در اخبارها و اینا کار میکردن با این پروژه بزرگی که در پیش روی بود زیادترشان به ممالک خارج اعزام گردید. افغانستان در عرصه سیاست خارجی یک عضو فعال کشورهای غیر مستلک و در سال 1978 کنفرانس بزرگ کشورهای مذکور در افغانستان دایر میگردید. با دنبال نمودن موضوع پاشتونستان کمک های زیادتر از اتحاد شوروی و هندوستان به افغانستان داده میشد و حکومت پاکستان درک نمود که با چند نفر محدود از احزاب اخوانی افراطی کدام ضربه قابل توجه به دولت افغانستان آورده نمیتوانست. لذا کوشش شد که زمینه راههای مذاکره طرفین فراهم گردد و در دو سفری که محمد داود خان به پاکستان رفت به استقبال گرم مواجه شد و طوری که گفته می شد صدر اعظم وقت پاکستان داود خان را پدر خطاب نموده و گفت که بایست یک پدر موضوع پاکستان را به شکلی که می خواهی آن را حل نموده، اما طوری نگردد که به سرت پیش مردم خود سرفکنده گردد و شاید با آینده نزدیک به یک راه حل می رسیدند. و سفر اخیر داود خان به اتحاد شوروی و اشدار شوروی از نفوذ غربی ها در شمال افغانستان که با بیانیه که افغانستان کشور مستقل است با کسی اجازه نمی دهیم در امور ما مداخلت کند، داود خان کوشش نمود از اتحاد شوروی فاصله بگیرد. و سفرهای به کشورهای ایران، ممالک عربی و میلیاردها دلار کمک را برای توسعه و انکشاف افغانستان حاصل نمود و پروژه بزرگ خط ریل آهن با کمک کشور ایران با همکاری فرانسه و ده ها پروژه نساجی از طرف چین، فابریکه موتورسازی با کمک ایتالیا، ریفرم اصلاحات اراضی و ریفرم در مکاتب ثانوی و پروژه های دیگر برای دست گرفته شد. و در سال 1978 رئیس جمهور امریکا دعوت از موصوف به عمل آورد که قرار بود در همان سال سفر به امریکا داشته باشد و طبعا این موضوعات برای اتحاد شوروی تشویش را خلق و کوشش نمود با گروپ های پرچم و خلق را منسجمتر و فعالتر بسازد و نفوذشان در اردوی افغانستان پلانگذاری نمودند و با خیانت چند افسر باعث کودتای هفتم ثور گردید که مردم افغانستان و تا بسیاری از تانکیستایی که در شهر کابل وظیفه داشتن مزدور را نمیدانستن تا که از طریق رادیوی افغانستان اطلاع یافتن که یک رژیم نو بوجود آمده است. با شهادت محمد داود خان با 19 نفر اعضای فامیلش و همکاران آن و میلیون ها افغان زمینه بدبختی و ویرانی کشور فراهم گردید. افغانستان شخصیت ملی، پرکار، ترقی خواه، وطن پرست، مسلمان واقعی و برای عدالت اجتماعی و تطبیق قانون کوشش میکرد. با آمدن نظام جمهوریت تمام امتیازات فامیلی که به خانواده شاهی داده شده بود آن را از بین برده و خودش بسیار ساده زندگی میکرد و من شاهد بودم که دخترش به پوانتون کابل محصل بود، با دیگران محصلین کدام فرق نداشت و از امان بسای شهری برای رفت آمد استفاده میکرد و پسرانش اشخاص دانشمند و بسیار پرکار شب روز در خدمت مردم بود که از اخلاق و کردارشان زبانزد عام و خاص بود و است. از این که میگویند داود خان شخص مغرور خودخواه بود قابل درک است، اما آن خطوایی که علاقهش
خدمت به مردم و تفریحش کار برای اهمار وطن باشد قابل ستایش است. محترم استاد عبدالرحمن پژواک، دیپلمات برجسته، شاعر و نویسنده توانای افغانستان در خاطرات خود می نویسد: نظریه اکثریت مردم را که من هم در شناختن شخصیت وی غلط یافتم که می گفتند سردار مرد احساساتی و عصبی است، اما معلوم می شد که مرد بی سنجش نبود و اگر اظهار عصبیت می کرد آن را نیز سنجیده به کار می بست و احساسات او در مذاکرات مهم در اختیار و زیر کنترل او بود. و او عبدالرحمن پژواک می نویسد: انصافا شخص ملی وطن خواهی بود و بعد از وزیر اکبر خان نمی توان نظیرش را مثل او در تاریخ افغانستان ساخت کرد. خوب است که امروز آن دوره را به قضاوت بی‌غرضانه مطالعه نماییم و با تجارب از 35 سال گذشته که به جز کشتار میلیون ها نفر برای ویرانی، بدبختی و انداختن ثروت چیز موثر این گروه های چپ و راست برای افغانستان نکردن. نسل جوان و نسل های آینده از آن آگاه شوند و خلاصه با رشد اقتصادی و تغییراتی که در دوره 5 ساله به وجود آمده بود آن دوره را یک دوره درخشان و طلایی تاریخ افغانستان نامید. در پایان روح شهید داود خان، فامیلش، همکارانش و میلیون ها افغانی که به خاطر وطن و مردمش جان خود را دادن شاد می خواهم. تشکر از توجهتان.
بله بسیار گرامی سلام های گرم خدا خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم و واقعا بسیار جد خوشحال هستم که در شمال کالیفرنیا در جمع از دانشمندان سیاسیون و عزیزان هستم یقینا صحبت کردن ما در مورد مرحوم سردار داود خان شهید در مقابل شما عزیزان شاید بسیار یک صحبت کوچک باشه به خاطر که یقینا در زمانی که اونا صدر اعظم بودن ما طفل کوچکی بودیم و شاید هم اگر سن خود بگویم تولد نشده بوده باشیم و در زمانی که به جمهوریت رسیدن مثل که آمد شاجان علم دیشب برنامه احمد زایر فقیر گرفته بود ما مصروف آهنگ های احمد زایر و به اصطلاح عشق های پیرهانی خود در اون زمان بودیم و یقینا یک در جوانان افغان بودند که اونا میخواستن تحول در افغانستان بیارن و هر روز در جاده های کابل دست به تظاهرات میزدن صحبتی که امروز اینجا ما میکنیم در این جای شک نیست که مرحوم داود خان شهید انسان بسیار وطن پرستی بودن و چنانچه امی که خودشان به شهادت رسیدن و خانوادهشان با ایشان یک جا رفت این خودش ثابت میسازه که چقدر افغانستان دوست داشتن اما قسمی که آقای اوتکی فرمودن ما من حیث افغان ها حق مسلم ما است که چقدر یک لیدر خود دوست داریم باید است که کوتاهی هایش هم بگوییم و بررسی کنیم که چرا ماهایی که مهاجرین اقتصادی نیستیم و مهاجرین سیاسی هستیم و هر روز در این ملک پیر میشیم و پا به سن میگذاریم و زندگی مانند یک فیلم از پیش چشم ما میگذره سوال ختم میشه که گذشته از جبر تاریخ چی گپ شد که ما به امریکا پناه آوردیم من یقین دارم که 95% از افغانها آرزوی آمدن به امریکا و اروپا را نداشتند ما با زندگی فقیرانه افغانستان عزیز خود خوشحال بودیم جاده هایش قیریزی نبود تنها پارک شهر نو بود سینمای آریانا بود سینمای پارک بود ولی خوشحال بودیم پوهنتون کابل دوست داشتیم پس یقینا خطاهای در سیاست افغانستان از طرف سیاسیون ما صورت گرفته که ما به اینجا کشانیده شدیم و از خود سوال کنیم که آیا یک سیاست مداری که ما بسیار زیاد دوستش داریم و برای افغانستان فوق‌العاده افغانستان دوست داشت اما ای که بعد از شهادت و وفاتش جورهای خون در افغانستان روانه است آیا یک سیاستمدار موفق بوده؟ آیا یک دورنمای سیاسی بر افغانستان عزیز داشته؟ یا به گفته یک تن از خانواده از ابو خانواده ها که گفت اگر ما بودیم خوب اگر ما نبودیم افغانستان مثل تخم گنده به دیوار میزنیم و چنانچه به دیوار زده شد بر حال ای که سردار داود خان چقدر شخصی میشناختیم قسمی که دکتر سید نفیسه جان فرمودن به همین ترتیبی که پدر اونا با سردار داود خان نزدیک بود پدر ما هم با سردار داود خان فوق العاده نزدیک بود و گذشته از او دخترشان هم صنفی ما بودن من شخصا سردار داود خان دیدیم و شخصا در چای دیگری که در منزلشان چای دیگری فوق العاده می بود اونجا من می بودم و من آنقدر ازش حراس داشتم که اصلا چشمان خود بالا نمی کردم که به طرفش سیل کنم و هیچ فراموشم نمیشه که در دهه 70 که تظاهرات در پوهنتون ها بود و در مکاتب نسوان صورت میگرفت من که شاگرد مکتب ملاله بودم ما هیچگاه از مکتب به خاطر مظاهره خارج نمیشدیم برای اینکه نام دخترای مکتب ملاله دخترهای خانواده سلطنتی بود از طبقات ارستوکرات افغانستان بود بنان اینا به تظاهرات نمیبرن ولی بالاخره یک روز برآمدیم من و زلش دختر سردار داود خان که به واقع سیوم اول می بود به جاده کابل از مکتب ملاله تا مکتب رابی بلخی به پای رفتیم و حتی به پارک زرنگار آمدیم و منتظر صحبتهای ببرک کارمل و مرحوم میوانوال بودیم و هر دویشان به اصطلاح معلومشان نشد شب که به خانه آمدیم یقینا مورد قهر و غضب خانواده شدیدن قرار گرفتیم و چون پدر مرحوم ما مریض بود در امان روز سردار داود خان مرحوم به دیدن پدر ما آمدند و روی خود به طرف ما گشتاند و گفت که امروز زرلشت بسیار مانده آمد و گفت که در مظاهرات اشتراک کرده ما بسیار خاموشانه برشان گفتم بله و قهر و غضب پدر هم اثر ما کم شد خوشحال شد برای اینکه سردار داود خان خوشحال بود ما در مظاهره اشتراک کرده بودیم ما اصلا در اون وقت ما جوان بودم و اینقدر تعمق سیاسی نداشتم و فکر نمی کردم که افکار سردار داود خان با افکار کوچک یک گروپ کوچکی که بالاخره افغانستان به کجا کشانیدن گره خورده بود.
در این جای شک نیست که زمانی که دهه دموکراسی با وقوع پیوست و صدار مرحوم با برادرش از قدرت سیاسی کنار زده شدند و قانون اساسی افغانستان که یک قانون فوق‌العاده بود و دهه دموکراسی برای افغانستان یک دهه بسیار مهم بود، در اونجا گفته شده بود که دیگر هیچ یک از خانواده سلطنتی اجازه قدرت نداره. و این برای سردار مرحوم که در اون وقت یک جهش اقتصادی را به افغانستان شروع کرده بود فوق‌العاده سخت تمام شد. بنابراین ما به این سوال می رسیم که آیا سردار داود خان افغانستان دوست داشت؟ و یا ای که به انتقام پسرای کاکای خود و پسر کاکای خود افغانستان به طرف یک گودال برد؟ این هم قابل سوال است. ای که چقدر ما سردار داود خان دوست داریم، چقدر پروژه های اقتصادیش محقق بود، سوال دیگی است. ولی بعد از اینکه به شهادت رسیدن تا به امروزی که امروز از جوی های خون در افغانستان روان است و متاسفانه نه سردار داود خان و نه آلحضرت امان الله خان غازی هیچ کدام شاید که یک دورنمای سیاسی بر افغانستان نداشتند. بله، ما از این خوشحال هستیم که سردار داود خان با مشت کوبیده به زمین زد در مقابل برژنف و گفت که این سرزمین یک سرزمین آزاد است. ولی این همیشه مشکل بزرگ سیاسیون افغانستان است. یک سیاست مدار باید مدارانه کار کنه. و اگر قرار باشه که ما در زمان زندگی میکنیم، بیننده عزیز، که استقلال کلاسیک معنای خود از دست داده، ما باید از در با جهان بسازیم و ببینیم از کدام راه ها میتونیم کشور خود به طرف ترقی ببریم. ولی به هر حال مردی بود بزرگ، یقینا شهید شد و هرگز نمیخواست که به عسکری که به سرش صدا میکنه که تسلیم شود، به خاطر که او فکر میکرد این من هستم که قمانده میتم. یکی از مشکلات بزرگ سردار داود خان همی بود که به حرفای دیگران گوش نمیکرد. حتی به حرفای پسرای خود که برش میگفتن مشکل داری و مشکل سیاسی داری گوش نمیکرد. چنانچه تا زمانی که به شهادت رسید و پسرایش به شهادت رسید با اونا قهر بود. در دوران جمهوریت خود دوستان را که افغانستان فوق العاده دوست داشتن از خود دور کرد و متاسفانه بالای یک مشت کوچکی که نمیتونستن افغانستان از او بحران نجات بتر اعتماد کرد. اما میاییم امروز. آیا امروز به شرایط سیاسی افغانستان امروز به طرف بسیار تاریکی و منفی نگاه کنیم؟ آیا افغانستان بگذاریم که دیگه از بین بره و یا ای که منحیث افغانهای با احساس و با محصول روی مسائل افغانستان بحث کنیم؟ من شخصا در مطبوعات هستم بیننده عزیز و شما میبینید و هر روز شما میبینید امی تلویزیون هایی که ما برا انداختیم در بیرون از افغانستان چقدر به جان هم افتادن. آیا ما چی برای جامعه افغانستان آفر کردیم؟ اگر امروز ما همه انتقاد میکنیم سر افغانستان، سر دولت کرزی، سر تمام مشکلاتی که در افغانستان است، ولی ما بر افغانستان چی کردیم؟ دکتر سب نورزی بسا مقبول صحبت کردن. آیا امی ما میتونیم که امی قربانی رو بر خود بتیم که بریم یک روز به پاهنتون افغانستان، بریم به پاهنتون کابل استاد شویم و یک درس برای شاگرد افغان بتیم؟ آیا می آرزو رو داریم یا اینکه زندگی راحت امریکای ما بر ما اجازه نمیده؟ ما افغان ها افغانستان دوست داریم به شکل خود ما. ما افغانستان به خاطر افغانستان دوست نداریم. ما هر روز یک دیگر خود میکوبیم. آیا این رای حل است؟ به هر حال من نمیخوام زیادتر وقت بگیرم برای اینکه زیادتر در تلویزیون هم صحبت های مرا شما شنیدن، اما بیاین که یک بار افغانستان قرار بود که پرچمش پرچم سرخ شود، ولی دیدیم که چی مصیبت بالایش آمد. امروز قرار است که یک ده پرچم افغانستان پرچم سفید بسازن. آیا رای حل است؟ نه. زنده باد افغانستان با سیاه و سرخ و سبز. تشکر. آمی. سلام های بسیار گرم و صمیمانه خدا خدمت هر یک شما تقدیم می کنم. شاید قبلا هم متوجه نام من شده بودین که من با تأسف نخواستم که حرف بزنم. اما آل به اصطلاح یک شعر یادم آمد که میگه کششی که عشق دارد نگذاردد بد انسان، به جنازه گر نیایی به مزار خواهی آمد. البته دلایل وجود داره. ما اول فکر کردم که شاید محرم زورا جان، میفهمیدم که در این کنفرانس اشتراک دارن، شاید در مورد نهضت زن گفتنیایی داشته باشن، اما اونا از خود اجندای خاص خود داشتن، چرا اونا یک خانم پلان گذار شده فامیده و یک ژورنالیست هستن، از این موقع خواستن که منتهای استفاده را کنن. با او خاطر من خواستم که البته چون ما و شما همه، البته یک تعدادتان شاید نه، یک تعداد زیاد ما و شما تاریخ زنده 40 سال افغانستان هستیم،
از او خاطر تیاری در مورد شخصیت بزرگ مثل داود خان داشتن و در موردش حرف زدن اصلا تیاری به کار نیست. ما باید گزارشاتی که دیدیم و شنیدیم او را باید بیان کنیم. به مو خاطر من مقابل شما قرار دارم. البته خدمت بزرگی که این قهرمان کرد ای بود که نصف نفوس افغانستان که امروز حتی نادیده گرفته شده او نادیده نگرفت. او دروازه های علم و معرفت برویشان واس کرد و امروز یک تعدادی که ما در اینجا داریم اما از فیض و برکت ازموست، چی در دوران صدارت خود و چی در دوران ریاست جمهوری خود. در زمان ریاست جمهوری مرحوم داود خان ما موصل بودم در پوانتون امریکایی بیروت. البته ما شروع جمهوریت و مسائلی که در وقت اتفاق افتاد ما شاهد عینش نبودم به خاطر که متوجه درسا بودم، اما برخلاف گفته برادر عزیزم فرید جان که وقتی که پدرشان از درس برگشتن چانس خدمت به وطن برشان میسر نبود، برای من میسر بود و اگه یه پر نمی زدم ما وجدانم از من ناراضی می بود. ما در پالوی ده ها مردی که در پوانتون میخواست در کادر علمی پوانتون شامل شوه، از جمله چندین مرد ما انتخاب شدم و در کادر پوانزه ادبیات و علوم بشری شامل کار شدم. یعنی این فرصت برای ما داده شد. ما یک دختر مامزهی نبودم، ما یک دختر اتاد از کابل نبودم، ما یک دختر اطرافی بودم، مگر امی چانس از ما گرفته نشد. این چانس برای ما کی داد؟ این چانس برای ما داود خان و امثال از او کسایی که البته در پالوی از ای که مردمای بسیار ناحل امرایش بودن و ای سر از اونا اعتماد کرد، در پالویش مردمای بسیار وطن دوست و با وفا و کسایی که عاشق افغانستان بودن هم قرار دارن که امروز ما مثلا دخترشانه، خواهرشانه و البته دوستای دیگهشانه در اینجا میبینیم که اونا حتی قربانی دادن و با فامیل شهید داود خان یک جای جام شهادت نوشیدن و این رو باید نادیده نگیریم. اما من نمیفهم دکتر صاحب رحمانی تشریف ندارن که اونا در این قسمت یک ذره معلومات میدادن. شما میفهمین خواهران برادران عزیز، حالا ما شما به اصطلاح عوام یک چند پیران پاره کردیم، آیا شناختن انسان کار آسان است؟ آیا شما بعد از 34 سال در اینجا 34 سال با شهامت ادعا کردن میتونین که یک دوستی که حتی شب و روز امرایش بودین که من فلانی رو خوب میشناسم؟ اینم امروز در بین ما و شما که اینم اینجا داریم، که اینم اینجا هستیم، اگر یک وحدت اعلان شوه که ما یک رای را انتخاب کنیم، ما براتان سوگند میخورم که سر چهار نفر اعتماد نمیتونیم. شما چطور از یک آدمی که 40 سال پیش این توقع را دارین که او سر مردم باید سر مردم ناحل اعتماد کرد؟ بله، مثل که او عبیدالله حیدری فرمود، او عاشق وطن بود و او تصور کرده نمیتونست که کسی بر وطن خود خیانت کنه. او تصور کرده نمیتونست که خود افغان افغانستان به ایران و پاکستان و امریکا و روس بفروشه. او از تصورش دور بود. ببین امیال کسایی که مردمای بسیار اهل هستن، اولادشان بسیار اولادای خوب نیستن، البته استثناءات موجود است به خاطر که اونا راههای چلو چمه یاد ندارن، اما کسایی که یک ذره به اصطلاح گرمی و سردی روزگار دیدن، اونا بهترین اولاد تربیه میکنن، برای از اینکه از هر نوع چلو چم خبر هستن، چرا خودشان تجربه کردن. البته ببخشین این از موضوع دور است، مرام به من فقط استثناءات است، یعنی نمیخوایم بگویم که خدا نخواسته کل مردمایی که مردمای خوب است اولادشان ناحل است یا وایس ورسا، اوتر نیست. مطلب من است که اگر داود خانم پر از غش می بود، من یقین کامل دارم که متوجه می شد که سرکی اعتماد کنه سرکی نکنه. و موضوع دوم، چون رشته ما سایکولوژی و تعلیم و تربیه بوده، می خواهیم بگویم که شناختن انسان و اعتماد سر انسان کار آسان نبود. و ای که محترمه زهره جان نازنین که من بسیار دوستشان دارم و بسیار تحلیلای سیاسیشان خوشم میاد و همیشه او را میشنوم، ای که تمام علا بلا به گردن ملا، تمام حوادث امروز خونریزی های افغانستان را به گردن داود خان انداختن، و ای به نظر من بسیار غیر منصفانه است. غیر منصفانه به این معنا که امو داود خان دروازه ها را بر روی مردم باز کرد. اگر همو داود خان شاهی را به جمهوریت تبدیل نمی کرد، امروز شاید 40 سال دیگه افغانستان در روی آلت رکود می بود. ما نمی خواهیم که نامای دیگران را ببینم از کسای دیگه که بودن چی جور می شد.
بازم آینده افغانستان چی می بود؟ من نمیگم، اما افغانستان این اپورتونیتی را، این فرصت را به مردم داد، اما مردم ما وطن خود دوست نداشتن. نه ما افغان های درست بودیم، نه ما مسلمان های درست بودیم، با تأسف نه ما انسان های دلسوز بودیم. چرا کارهایی که ما میکنیم نه یک انسان دلسوز میکنه، نه یک افغان دلسوز و نه یک مسلمان دلسوز. ما بیخی در قالب شیطان و شیطانت در آمدیم. آیا این گناه داود خان است؟ ببینید ما آمدیم اینجا که از کارنامه های داود خان گپ بزنیم، سر شخصیتش گپ نزنیم. و ما برتان میگم، من ادعا نمی کنم که ما با او چای نوشیده باشم یا با او ناد یا او با... ما وقتی که آرسی کردم بعد از یک سال بعدش کودتا شد و ما مهاجر شدم. ما اصلا داود خان از نزدیک نمیشناسم، اما کارنامه هایش انکار کرده نمیتونم. من روزی را به خاطر دارم از خاطرات خود برتان بگویم که از ما دعوت شده بود در مؤسسه نسوان، روز زن بود و روز بخیلم روز زن بود برای تجلیل روز زن که من هم در روز سخنرانی کنم. من در اونجا لازم دیدم که باید به صراحت بگویم که نهضت زن اساسش امان الله خان گذاشته و وقتی که او با ناکامی مواجه شد به بار دوم شهید داود خان ای نهضت با قهرمانی با فداکاری بازم رها نکرد، با وجودی که 30 سال پیشتر از او سرنوشت امان الله خان برش معلوم بود. اما ای باز هم میفهمید که آینده افغانستان نصف نفوس افغانستان در او رول داره و ای باید از چادری کشیده شد، چادری که حتی عنعنه افغانی نبود، چادری که حتی عنعنه اسلامی نبود، از هر جایی که گرفته بودیم گرفته بودیم. اما می با می شهامت امی اقدام کرد و باور کنین که وقتی که من بیانیه خود دادم من کمک میترسیدم. من گفتم شاید ای اگر کسی بشنوه و این خبر برای داود خان برسه یا برای فامیلش، شاید من استاد پوانتون هستم، سر من اعتراض کنن که چرا ای تنها با داود خان ارتباط نگرفت، چرا پای امان الله خان در اینجا کشیده شد. شما باور کنین با دوستی و شرافت شما قسم میخورم که به رادیو افغانستان تلفن شده بود که امی بیانیه را بار دوم و بار سوم بانن تا که خود شخص داود خان بشنوه، چرا او از راست گفتن بدش نمی آمد. باور کنین که هر کسی که برش راست می گفت شاید عصبانی می شد، اما سرش فکر می کرد و بعد از او امور به اصطلاح دنبال امو می رفت. دیگه من نمی فهم اصلا، وقت برای نمازم نزدیک است و ما در شامل اجندام نبودم، اما از باید برتان چند کلمه را می گفتم. از توجهتان یک دنیا تشکر. با امید افغانستان شگوفان آزاد و مترقی و با امید وحدت. بینندگان محترم سلام. چند روز قبل برای مصاحبه با دکتر صاحب حسن شرق به لس آنجلس رفته بودم. متاسفانه ایشان آماده مصاحبه نبوده و قول دارم که در آینده مصاحبه صورت خواهد گرفت. بنده با ایشان تقریبا 2 ساعت به سر موضوع تاسیس جمهوریت و دوره 5 ساله جمهوریت شهید داود خان با وی صحبت نمودم و ایشان فرمودند که کودتای 26 سرطان توسط یک ایده‌ای که می‌خواستند که افغانستان را به سوی ترقی و انکشاف سوق دهد به قیادت محمد داود خان انجام دادند. اما متاسفانه بعد از مدت اندک کسانی که منافعشان به خطر افتاده بود محمد داود خان را تحت فشار قرار دادند که کمونیست‌ها اطراف موصوف را گرفته است. لذا ما و بعضی رفقات تصمیم گرفتیم به خارج کشور رفته و باید از آنجا همکاری نماییم. باید گفت که در کودتای 26 سرطان یک نفر کمونیست خلقی و پرچمی سهم نداشت که هیچ نوع اسناد و شواهد وجود ندارد و شاید بعدم بعضشان نظر به شرایط به عذاب رفته باشند. اما بنده بعد از کودتای 7 سال به وطن آمده و بعد از مدت ببرک کارمان را که قبلا با او شناخته داشتم برای همکاری با دولت را تقاضا نمود. من شرط همکاری را متوقف نمودن تبلیغات بزد داود خان را پیشنهاد کردم که بعد از چند روز مورد قبولشان قرار گرفت. بنده همیشه از شخصیت ترقی خواهی و وطن پرستی محمد داود خان یادآور شده و کتاب را هم در این زمینه طبع نمودم. و آقای حسن شرق می فرمایند
از اینکه میگویند که سردار مصوف برای هاشم خان میانوال توطئه کرد به کلی نادرست بوده است و اگر داود خان میخواست او را با ثانی در نزدیک خانهش از پا در می آورد چی حاجت بود به کمیته را تشکیل داد و در راس آن لویدرسی سابق غلام فاروق خان را موظف فتقاد نماید و بعدا شخص خوشنام به نام بلمکنداس رئیس طب عدلی درباره مصوف که خودکشی نموده است نظر خود را تحریری نوشته است داود خان زیادتر به کار کردن برای عمران وطن میکوشید نه برای توطئه امید است هموطنان موضوعات را درست درک نمایند و میتوانند در زمینه تحقیقات بیشتر نمایند و طوری که وعده دادم در آینده مصاحبه طویل را در مورد خواهم داشت به روزی که کنفرانس ظاهر شد اولتر از همه آقای محترم ایراری محفل ما را افتتاح نمود و آقای ایراری فرمودند که داود خان یک شخص بسیار وطن پرست و ترقی خواه بوده که تاریخ معاصر افغانستان نظیری وی را ندیده است اما انتقادات هم داشت که داود خان بود که همون سیستم دموکراسی را از بین برد که انتقادشان بود و همچنان بعد از آن دکتر صاحب کوچی در مورد شخصیت و کارنامه های داود خان و همچنان درباره تقوا و وطن پرستی و ترقی خواهی محمد داود خان سخنرانی نمودند و همچنان سفرشان در مسکو که بعد از اینکه استفاده داده بودند از صدارت در مورد از این مطالب را ابراز نمودند و بعدا خانم دکتر نفیسه عبدالله خواهر شهید سید عبدالله معاون رئیس جمهور در مورد شخصیت و ساده زندگی نمودن و پابندی و درباره قوانین را تشریح نمود و بعدا انجینیر صاحب بیدری در مورد شناخت شخصی و از داود خان تبصره نمودن و همچنان آنها فرمودن که از تصور داود خان دور بود که فکر کند که افغان به خاک خود خیانت میکند محترم مومن در مورد وطن پرستی شخصیت داود خان سخنرانی نمودن و همچنان آنها گفتم که افتخار افغان هستند که داود خان به دشمنان خود تسلیم نشد مثل که صدام حسین و قذافی تسلیم شدن و آنها فرمودن که شخصی که داود خان و فامیل او را به شهادت رساندن قتل آن واجب دانسته و در زمینه کمک‌های مالی خود را اعلان کردند. ولی همچنان آقای مومن انتقادات هم داشتند که داود خان قانون اساسی معتبر افغانستان را نادیده گرفت و همچنان درباره قتل آقای هاشم میانوال تا اندازه هم مسئولیت بر دوش شخص داود خان است. و بعد از آن خانم زهره‌جان یوسف که ما شما با چهره‌شان همه آشنایی کامل داریم بیانی ابراز نمودن و باید گفته شود که من از خانم زهره یوسف چند هفته قبل دعوت کرده بودم که در کنفرانس اشتراک کنن و خانم زهره جان برمان گفتن من شاید اینجا انتقادات کنم من گفتم اونجا به بی خاطر است بررسی است شما هر انتقاد داشته باشین بتونین آزادانه اونجا مطرح کنین و همون بود که خانم زهره در محفل ما تشریف آوردن و بعد از اینکه توصیف از وطن پرستی و شخصیت داود خان نمودن زهره جان هم انتقادات زیاد داشتن که مورد تبصره خود قرار گرفت خانم زهره فهمودن وقتی که کودتای 26 سرطان صورت گرفت و زیادتر علاقمند به خانه‌های مظاهر و مصروف عشقای بنانی بودن اما در افغانستان در سال 1352 و 1353 پیش از کودتا افغانستان با قحطی زیاد مواجه شده بود هزارها نفر جان خود را از دست داده بودند و شرایط در افغانستان طوری بود که بعضی مردم در بعضی ولایات علف می‌خوردند و اولادهای جگر گوشه خود را می‌فروختند و جنرال‌زاده ها در موتورهای دولتی با دریور نفر خدمت به گفته خودشان به شادمانی و مصروف بودن
خانم زهره جان فرمودن گلی داود خان و فامیلش این طور نظر داشتن که اگر ما نباشیم افغانستان را مثل تخم به دیوار زده و پاشان میکنیم. کانا تایید کرده و گفتن از این خاطر است که ما امروز هزارها افغان در کشورهای اروپایی و امریکایی و دیگر جاها سرگردان و آواره هستیم. باید برای محترمه احضار کرد داود خان عطا برای چند نفر از گاردهای ارگ گفت بروید تسلیم شوید. جوان هستید وای کدام امارت شهر و کدام سرمایه ملی را به خاطر در قدرت بودن خود مثل که صدام حسین چاهای نفت را با آتش کشان تخریب نکرد و افغانهای امروز در اروپا، امریکا و دیگر جایی که هستن به زندگی بسیار خوب امن دارن و تا زمینه رفتن به افغانستان که میسر شده از رفتن به آنجا خودداری میمونن. شما که شوهر محترمتان عضو پارلمان افغانستان بوده و موتر زیردار و بادیگاردا داشت باید خود را از این سرگردانی نجات داده و میرفته تا زمینه حداقل خدمت برای مردم میشده و یا بازم شاید فکر میکردید که بعد از دست دادن پست از پارلمان شاید آقای شوهر محترم شما شاید به کوها رفته و بر ضد دولت جنگ نماید و شما شاید بی سرنوشت میبودید. کسانی که میگویند داود خان در مسکو به سر میز زد این به کلی حقیقت ندارد و زهره جان باید بایست یک ژورنالیست باید اول معلومات پیدا نماید و بعدا انتقاد نماید. شما انتقاد نمودید که داود خان افکارش با یک گروه کوچک که خلق و پرچم گره خورده بود که رفتن دخترش زلش را که دوست صمیمی شما هم بود آن را نسبت داده که فکر میکنم این هم درست نبوده. شاید بعضی خلقی ها و پرچیمی ها ناشناخته خود را اشخاص مترقی و وطن دوست معرفی کردن که بعد از مدت یک سال که چهرهایشان شناخته شد همشان از اطراف داود خان دور شد. از اینکه شما گفتید داود خان به خانهشان میرفتین زندگی ساده نداشتن دیگه ایران تمام دوستایی که هستن رد میکنن و میگن که بسیار زندگی ساده داشتن و شما اظهار نمودین که اشخاص ورزیده وطن پرست را از خود دور نموده و با یک تا جوانهای را به گرد خود جمع نموده بود. باید گفت که آن جوانها خوبتر از قبل امنیت را در افغانستان آورده بودند. آن جوانها بودند که وضع اقتصادی مردم بهتر ساخته بودند و طبعا تعداد از اشخاص ورزیده و با تجربه سابقه امرای داود خان همکاری می نمود و آنانی که شما در موردشان سخن می گوید که داود خان را از خود دور نمود باید گفت که واقعا داود خان اشتباه کرد که رتبه و مدال را که برای کودتاچیان یا خود ضابطان داد باید آن را رتبه ها و مدال ها را بر آن جنرال های ورزیده و با تجربه به گفته شما وطن پرست می داد که آنها در خواب غفلت بودند و اگر هوشیار می بودند و وظیفه خود را به اصول سرعت انجام می دادند کودتا موفق نمی شد. و باید خاطر نشان ساخت کمین جنرال زاده ها بودند که در کودتای خونین هفتم ثور دست داشتند از ببرک کارمل گرفته تا در کودتای هفتم ثور محمد عمر تانکیستی بود که با تانکش یک جای دمروز هفتم ثور سوخت و این دخترهای جنرال زاده ها بودند که بعد از او با پرچمی و خلقی ها شعار می دادند مرگ بر داوود مستبد و استعدادکش. و بعد از آن که این جنرال‌زاده‌ها در خدمت خلق و پرچم قرار گرفته بودند با آمدن عساکر اتحاد شوروی و جهاد مجاهدین بر علیه این تجاوزگرا و نوکرانشان بسیاری از اینا جانهای شیرین خود از دست دادن به خاطر وطن، آزادی و مردم خود. اما این جنرال‌زاده‌ها
به غرب پناه بردن و زندگی پر از تجمل را ادامه دادن و گاهی هم نظر به شرایط و اوضاع را دیده در اینجا و آنجا درفشانی می نمایند. اگر فامیل داودخان و زاهر شاه امروز موقف در افغانستان می داشتند، طبعا گفتارها شاید شکل دیگه می داشت. امیدوار هستم که هموطنان ما موضوعات ملی را به شکل واقعیان بیان داشته، عقده های شخصی و موضوعات را نظر به شرایط خیش تحلیل ننماید. با آرزویی که ما کنفرانس های مشابه داشته باشیم و ذهنیت مردم آگاه شوند و بتوانند مردم آزادانه انتقاد داده خود ابراز نماید. تشکر.